مهرجانی صدای ما بله وزود آمان برادر عزیز سلام علیکم خوش آمدی برادر عزیز در کانال پاینده تیوی سلامت باشی برادر حال شما خوب است شکری خدا همجا افیر داریم خطی همی گروپ بسیار اکستریمیست و تیراریست و افزاده گرشنی برادر که چخانه شنزنی تو جیکا دیگه ملت تو تمام تو کسانی که نبارو مدرویند با گفوشان ما هم یک کوتاه نظری داشتم از همین چیزهایی که میبینم از پروگرام های طرفدار دولت یا مخالف دولت یک چیز میخواستم اظهار نظر بکنم با اجازه تان اگر اقراب نباشه سخفایو میتونید اصلا در فکر ما هیچ حقارت موجود نیست چه با مخالف چه با موافق چرا؟ باید انسانیت را در نظر بگیریم کسی را تحقیر نکنیم اگر خواهش درخواستی داریم باید به شکل درست به مردم بگوییم متاسفانه که برادران تاجک ما از مسائلی که اظهار می دارن خیلی هایشان امون نزاکت های اجتماعی را مراعات نمی کنند و به حقارت می پردازند البته ما و شما می بینیم که همیشه در تلویزیون ها گروه های مخالف میان و اظهارات نظر می کنند که به اصطلاح مهاجرین تاجک که در روسیه هستند چون بیچاره ها معلومات کافی ندارند در دام از اینا می افتند ده فرصت طلب میان و از وقت استفاده می کنند و برادرانی را که دل بسیار پاک دارند عقیده بسیار پاک دارند به دام خود می کشند یکی از اونا امی برادر الماس است یا برادر بگویمش یا هرچی یا یک برادر تاجک بگیم شادم در یکی از برنامه ها آقای الماس آمد و اظهار نظر کرد که چرا ما مبارزه میکنیم چه قسم حالا شما بشنوین که یه چی اظهار نظر کرده شما مرا آزاد میرید من نمیدونم که مردم تاجیکستان انقلاب میکنن خود در اوجا میره حکومت میکنی که ایسا خون بگیر خب همون خیلی شما که دیگر خب حالا این را شما شنیدین اگر حالا یک برادر تاجک ما یک کمک معلومات سیاسی داشته باشه بینش داشته باشه آیا یک کسی که در خارج بیایه مردم ها بگوید بلند شوین شما انقلاب کنین قدرت ها که گرفتین ما میایم حکومت میکنیم آیا با این کسی اعتقاد پیدا میکنیم نه همه برادر تاجک در مسکو زندگی میکنه یا هر جای دیگه زندگی میکنه صرف نظر از اینکه حکومت خوب است یا بد است اون مسئله جدا است که در اون مسئله بسیار چیزاست که آدم در وقتش میتونه صحبت کنه ولی اگر من یک بیننده باشم یک آدم بگه ما مبارزه میکنم و شما را نجات میدم من چطور به او باور کنم که بگویم ما شما انقلاب کنی قدرت گرفتی ما میارم سر قدرت پس معلوم میشه که درک سیاسی برادران تاجک ما به اندازه ضعیف است که حتی یک شخص میاد در مقابلشون میگه که ما شما انقلاب کنی قدرت گرفتی ما میارم ای چطور یک انسان یک قبول بکنه که این مبارز است تا وقتی که برادران ما همه خودشان را از نظر سیاسی و فهم و دانش در یک سطح بالا که لازم است قرار ندن همیشه بازی میخورن حالا ببینیم مثلا همه آقای اقبال هم میبینیم مروز برنامه میگیره در حالی که یکی از مسلمان های دیگری که فرار کرده میگه که کسانی که دشنام میتن درست نیست حدیث پیغمبر هم میخوانه ولی بازم آقای اقبال میاد دشنام میتره چی میگه من فلان دارم من فلان دارم من فلان دارم ولی این سر جایش بگذاریم اگر من خدا نخواسته هر روز شما رو دشنام بدم فرض مثال شما یک جای دیگه هستی من یک جای دیگه ولی خواهر من مادر من همش پیش شما هستن من هر روز شما رو دشنام میتم شما قدرت عزیز را دارین که خواهرمون بیارین مادرمون بیارین فامیلمون بیارین زندانی کنین هر کاری که دلتان بخواد بکنین
اگر شما این کار را نکنین و من هر روز شما را دشنام بدم، آیا شما شیر نرستی و گفتی تاجیکا یا من؟ آیا شما مردک هستی یا من؟ حتما شما مردک هستین، میتونین زندانی کنین، میتونین تجاوز کنین، هرچی میتونین همین کار را نمیکنین. ولی من هر روز میگم نه، شما تجاوزگر هستین، شما دشنامگر هستین. پس من اگر یک کم عقل و بینش سیاسی داشته باشم، وقتی که یک آدم صحبت کنه میبینم که چی میگه. من چطور قبول کنم که من خودت هر روز دشنام میتونم ولی خودت همه کارا هستی، هرچی میتونی ولی هیچ کاری نمیکنی؟ در حقیقت اگر من دانش داشته باشم میگم که خب برادر محترم، خودت هر روز دشنام میگی تجاوزگر هستن، پس همین خواهرت و مادرت هم در همون جا هستن. اگر تو انسان فهمیده باشی، حتی خدای نخواسته اگر ما تجاوزگر هم باشن دشنامت نمیدی. چرا؟ میگی اگر ما دشنام بدیم اونا تجاوز میکنن، اما تجاوزگر هم نیستن، هیچ کاری هم نکنن. حتی خودشون هم خواهر اقبال صدرالدین به زبان خود آمد گفت که ما هیچ چیز سر ما نشده، همین هر چیزی که شما میگی درست نیست، ولی باز همیره منکر شدن. منکر باید شدن، مسئله نیست. ولی مسئله اینجا هست که هر زمانی که ما یکی را دشنام بتیم بگویم این خلاصی خلاصی خلاص، ولی او هیچ کاری نکنه، شما چی میگین در اینجا؟ اگر یک آدم عاقل باشین حتما میگین که والا آفرین یادم این مردک شیر نر که همه دشنام میتنش، خوارش هم، مادرش هم، زنش هم، دخترش هم، ولی هیچ کاری نمیگونه، هر کارم میتنه. پس میبینیم سطح دانش برادرای تاجک ما در اون سطحی است که یک چیز سیاره برشون سفید معرفی کنن میگن بله همین سیاه سفید است. اگر از سفید سیاه برشون معرفی کنن میگن بله همین قسمت که شما میگن. متاسفانه که اقبال صدرالدین هیچ کس موقع نمیده، میگه من همه چیز میدانم. گفت چرا دروغ میگی؟ در اون 30 ثانیه اول، 10 ثانیه اول میگه چرا دروغ میگی؟ خب اگر تو مرا میگی که من دروغ میگم، ضرورت به بحث نیست دیگه. یک نفر که در استودیو میاد، دو نفر بحث میکنن، به معنای از این است که هر دو تایشان به این فکر هستن که حرف ما حق است. ولی بگذار یکی حرف خود تا آخر بزنه، بعد تو عکس العمل نشون بده. خب آقای اقبال صدرالدین 5000 بیننده داره، ما که میبینیم حالا 5000 بیننده، در این بیننده ها آیا کسی از خود نمیپرسه که برادر کمال، خودت که قداش نام میتی دیگه، راه برای تو کار نداره، خواهرت هم اونجا است، مادرت هم است، رمضان رحیم زاده است مثلا، یا یتیم، هر کس، هر کدامش قدرت داره که همین فامیل خودت بندی و زندانی بکنه. باز هم اگر شما مثلا انتقاد دارین، پیشنهاد دارین، میتونین به شکل درست. ما در هیچ جای دنیا ندیدیم که مخالفین در این حد دشنام بدن، اصلا ما هیچ جای ندیدیم. اگر ما مثلا در افغانستان میدیدیم، اگر مثلا مردم میگفت این کمونیست است، ولی زنش، خواهرش، هیچ کس را دشنام نمیداد، میگفت ما مبارزه میکنیم، میجنگیم. ولی این آقا آمده و حدیث میگه و آیات میگه و دشنام هم میده. خب ما عرض ما خلاصه میکنم به همین که برادر ما، برادرای ما که وقتی که یک چیز میشنن، یک کمی هم از خود سنجش و عقل داشته باشن و یا چیزی را که قضاوت میکنن، بسیاری اوقات ما شما میفهمیم که در حکومت اگر کسی مجرم میشه یا محکوم میشه، او قدرت صلاحیتی که محکوم شه او را قضات دارن، اما مسئولین دارن. ما نمیشه به حیث یک برنامه ساز اینجا بیاییم بگیم فلان کس چرا 10 سال زندان نشد. ما که هیچ کاره هستم، من یک بیننده هستم، من یک گوینده هستم. قدرت زندان ساختن سودی ها دارن، قانونی که اینجا هست، کسی که مقرر شده اونا دارن، من که یک بیننده هستم. ولی همه برنامه ساز ها اینجا میگن که فلان کار که شد چرا فلانی کس در حبس نرفت، 10 سال زندان نشد، چرا فلانی آزاد نشد. ای که نمیشه که ما اینجا نظر بدیم، ما بگوییم ما خود ما سودی هستیم. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم برادر، ممکن تا همیجا تا اندازه رو سنیم زنده باشیم. برادر عزیز زنده باشیم. برادر آلموس را هم نمیگم که زنده باشیم، زنده باشیم. سلام آلموس برادر عزیز، نسام دلی خوارش من میگه که سطره مورا گرفتیست، نسام دلی خوارش برو من گفت که دروغ نگو محمدی با نما سطر دارم، نما را هیچ که ایزنسیل نکر، زنو نکر نیک محمد بابا برمانده با گپاشا گفتیسه. زنده باشی برادر عزیز. خواهش میکنم. سلامت باشیم. خدا حافظ شما. رحمت خیلی لکنم. رحمت شما.